زندگی یه روز تموم بشه. 4 سال محکومیت، 4 سال زجر و انتظار. حالا برمیگردم به شهرم، به خونم، پیش زنم، پیش بچم. بچه ای که فقط تو چند تا عکس دیده میشه، بچه ای که باباشو ندیده و نمیشنسه. کامی من الان 4 سالشه. تو این 4 سال چطوری زندگی کردم؟ مهم نیست، من پردای پسرم مهمه. اون و مادرش باید خوشبخت بشن. من باید این 4 سال زندون رو جبران کنم. باید همه چی جبران بشه. همه چی باید داشته باشم. بیشتر داشته باشم. بیشتر، بیشتر، بیشتر. نمیدونم تازه به دنیا اومدم یا به دنیای دیگه یه قدم بزنم. نمیدونم اینجا اول خطه یا آخر خطه. چرا خوشحال نیستی من؟ چرا فریاد نمیزنی که دیگه آزادی؟ تو برای این لحظه حتی ثانیه ها رو حساب میکردی، ثانیه های دردآلودی که این مشت لعنتی به وجود آورد. اداره آگاهی ستان سیامک، بفرمایید. سیامک، منم امیر. گوش کن، پلیس میخواد منو بگیره. به من تهمت اختلاس زدن. اونا میگن پولای شرکت رو من دزدیدم. گوش کن پسر، فرارت کاری رو درست میکنه، چیزی رو عوض نمیکنه. برو تسلیم شو. این وظیفه قانونه که بیگناهیت ثابت کنه. حماقت نکن. اگه پلیس جلبم کنه آبرو و حیثیتم میره. سیامک، تو برادر زن منی، تو نفوذ داری. بگو به من مهلت بدن تا بتونم همه چی رو. گفتم بهتره تسلیم شی. اونا دستور دارن که تو رو جلب بکنن. اگه منم بودم همین کارو میکردم. لعنتی. برادر زنم، قوم و خویشم، دوست نزدیکم به مهلت نداد. آخه من نمیتونستم صبر کنم تا قانون با اون عقربه‌های کندش حقیقت رو روشن کنه. من دوست واقعی رو میشناختم. اون رئیس حسابداری شرکت بود. برای همینم تصمیم گرفتم خودم کارو یه سره کنم. چه میخوای؟ پلیس داره در به در دنبال ما هم میکرده احتشام. چشت کور میخواستی ندازی؟ کسافت راست، پس فطرت بینامو. 2 میلیون تومن پول شرکت رو بارا کشیدی؟ و نقشرم طوری ترتیب دادی که من گیر بیافتم. حالا مثل سگ تا اداره پلیس پوزت رو به خاک میبرم و وادارت بکنم که همه چی رو اعتراف کنی. 50,000 تومن میدم در قبال چند بازند باش. ببینی نامت هر طور میخوای فکر کن. آبروم چی؟ آبرو چی عبدی؟ 5 سال تموم تو این شرکت خرمبالی کردی. اما چی داری جناب سخار؟ و خوب بگیر. میدم با خرنوش جونت. یولا را بیاف. یولا خیلی خوب، 70,000 تومن. از زندور که بیای بیرون میتونی مثل لردن زندگی کنی. هیچ کسم نمیتونه بگه بالای چه شده. چیزی که من میخوام اون دهن کثیفته که جلوی پلیس باز بشه و اعتراف کنی. لرده هیچ کاری رو نداری. با زورم هیچ غلطی نمیتونی بکنی. اگه پیشنهاد منو رد کنی میری تو هلافتونی. خدا میدونه که زن در قیاب تو واسه سیر کردن شکم گرسنه به چه کاری. خاص و خوب بگو بیرسک بیکشبت خفت میکنم. باید جلوی پلیس همه چی رو اعتراف کنی. نه نه را بیافت نرکت نامر خفت میکنم. میکشبت تا دستی کردی تو بیرامو. چه خبره؟ بلش کن روزی رو شش به تا شمر بزرگی که بیرونش کن. بیرونش کن بابا شش بیرونش کن
صادق آدم. بهش دست من بزن. سیامک، تو اشتباه بزرگی کردی. متاسفم. حضرت متنفرم. حضرت متنفرم. میفهمی؟ متنفر. خیلی خوب، چی میخوای؟ یعنی محیط زندون اینقدر رود اثر گذاشته که برادر زنتو نمیشناسی؟ من هیچ پلیسی رو نمیشناسم. تو خیلی عوضی. جدی؟ خب، دلیلش واضح است. من ثانیه ها رو شناختم. 4 سال، یعنی 48 ماه. دقیق ترشو بخوای 1460 روز. اگه ساعت و ثانیهش هم بخوای میتونم بهت بگم. تو به جای این حرفای مسخره بهتر نبود که جلوی اون مشت لعنتی تو میگرفتی تا 1460 روز پیش نیاد. آقای حسابدار، هنوزم نمیتونم جلوی مشتمو بگیرم. جناب سروان، لا اله الا الله، گوش کن حضرت آقا، من چند ساعت بیشتر نیست که از خلافتونی اومدم بیرون. برام هیچ اشکالی نداره که دوباره برگردم همونجا. من یه پلیسم آقا جون. منم حالا یه فرد آزادم. این کارت هم جرم بزرگی. من نمیدونم تو از من چی میخوای. من از تو هیچی نمیخوام عوضی. اگه میبینی حاضر شدم این همه راهو بیام و شلنگ تخت و گربه رخصومی های سرکار رو تعامل کنم، فقط به خاطر اون طفل معصوم. منظور؟ منظورم آقازاده سرکاره که الان تو ایسکا منتظره تا بابای قهرمانش از اروپا برگرده. الان بچت فکر میکنه که بابای خوش اخلاقش از مسافرت اروپا برگشته و براش اسباب بازی آورد. اسباب بازی؟ برای من که بیا بگی این چی؟ یه مسلسل. آخه اون میخواد پلیس بشه و با این دزدا رو دستگیر کنه. ای چرا ماتت برده؟ در را بیافتیگه. مامان پس بابا کو؟ اونا تو اون سکو منتظرتن. اونهاش امیر سیما باش کنی اونو باش کن ببینم واسم چی رو بردی. زود باش. چشم بابا چی بود؟ خود باش دیگه. ببین چی واسه تو بردم. یه مسلسل بزرگ. اینو خوش.
تو دوست داری؟ اوه چقدر گوبو ما جون داری بابا با سمت چی رو برده؟ هی داری سوی گنده دست بالا خود باش تصمیم ولی شدیف میکنم بخ تو ملا جا امیر خوش اومدی خوش اومدی تسلیم دایی سیا هم دفعه ما رو تسلیم میکنی ببین پدر سوخته چه جوری دایی شناس شده اون میخواد پلیس بشه خدا نکنه بابا جونه بابا جون جونم تو چرا دایی سیا گنده رو مثل من مامان بوس نکردی چی کار نکردم بوسش نکردی دیگه یالو زود باش دایی سیا رو بوسش تو بلی راستش میکنم و زود باش من پلیسم بابا کمی کوچولو راست میگه دیگه بیا تو بغل دایی بود تو بیا کور خوندی آقا دایی لازم نیست تو دعوا نرته بوسش کن زود باش خب برو ببوسش بچه ناراحت میشه بیا تو بغل دایی خاموش شد این ابو تاگره هنوزم روغم میده زیاد ازش استفاده نمی کردم فقط تا مدرسه بریم بارا قدشو برم پس دایی سیا چی شد؟ اونا ما تشفه برده خب ما رفتیم مگه بابا نمی آی دایی سیا چرا حتما میام چون میدونی که بابات از من خیلی خوشش میام خدا حافظ بای بای به خاک سپردمت کامی جون حالا اونو بدش من ها باریکلا سال عمر و جوانی که هدر فراموش کن تو چی؟ فراموش میکنی؟ آره آره مومن جون میریم خونه؟ آره میریم خونه عزیزم پس دوی سی و گنده کجا رفت؟ رفت درک امیر ده بفرمایی آیدا آیدا بریم بالا اینجا چه این کاره نیست بریم تو جا چشم نیازه تو برم پسر خوشگلم من کجا میبری؟ میبرم تو اتاق پدر چون شما حاله دیگه باید تنها باشم واسه چی؟ من مزاحمم پدر سوخته به چه خیره شدی؟ معلومه خیلی زحمت کشیدی خانم معلم فکر میکردم حتی فرشا رو فروختی کرخونه رو دادی فکر میکردم تا خرخره تو قرضی آخه 4 سال فکر و خیال شوخی نیست حتی فکر میکردم بچه اصلا منو تحویل نگیره آخه مسافرتت زیاد طول کشید مگه نه کامی؟ آره مامان جون بچه باهوشی دست بالا دست بالا دست بالا دست بالا دست بالا چه نوکره تماس بالا بالا باشم بالاتر از این بالاتر نمیره من پلیسم تو دوی نه کامی تو پلیس نیستی من دوستو رو میبرم زندون ولی من دوست نیستم باباتم اگه فرار کنی ها با مسلسل میزنم گوش کن کامی من پلیسم من پلیسم تو دوستی من میبرم زندون تو دوستی من پلیسم تو دوستی من پلیسم بسته بس کن دیگه گفتم بس کن تو امیر چشم باشه پلیس کوچولو من تسلیمم به شرطی که دیگه به شرطی که دیگه بابا رو نکشی بیا خب حالا با هم قریبا بچه بود آره باهات قریبا نه مامان جون خب حالا واسه اینکه با هم آشتی کنین بابا شلیک میکنه کامی میفته خب آها حاضر باش آه بپر بپر از اونجا بپر 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 باری کل پسرم من حاضرم جونم حاضری. 1 2 3 آتش آه دوختم
من مردم. آفرین. خیلی خوب. خیلی خوب. بس دیگه کامی جون. پاشو. پاشو بابا رو خسته کرد. حالا مسلسلتو بگیر. آها. برو تو حیات بازی کن. باشه؟ بودو برو تو حیات بازی کن. بودو جونم. بودو. نوازشو برم. برو اونجا بازی کن. ببینم کامی جون. یه بوس به بابا نمیدی؟ بوس؟ آها. الان. بیا. بده. اوه الکی بخواب بابا حال نداری رفت بابا یه ماره نگاه کن هنوز از ازیمش فلو شد بیا بیا عزیزم بلاخره ماره بیرون کردم برو اونجا بازی کن آفرین پسرم برو همونجا بازی کن بودو قدشو برم برو جونم سلام رم پس الکی زد چقدر لاغر شدی؟ این چند روز آخر بیشتر از اون 4 سال طول کشید شاید بعد از من تو بدونی که 4 سال انتظار یعنی چی من خنده یه بچه همو جز تو چند تا عکس ندیدم چقدر آرزو داشتم وقتی بچه هم برای اول قدم برداره راه رفتنشو ببینم هی اون اولین بار چجوری گفت بابا چه آرزو نمیدونم شایدم لیاقتشو نداشتم بعد از اون همه انتظار برای اولین بار بچم و قسمتی از وجودم رو دیدم ولی اون بهتر از هر اسمی کلمه دایی رو یاد گرفته مقصر کیه؟ شاید من شایدم اون برادر لعنتیت که بهم مهلت نداد اون به جای هر کمکی فقط بلد بود که به دستام دستمن بزنه و وقتی حکم دادگاه رو میخوندن سرشو بندازه پایین بعدش هم شرط ببنده که اگه رفتارم تو زندون خوب باشه زودتر از موعد ما اگر مرخص میشم اون شرطو برد مگه نه؟ آره میدونم ولی اونم باید بدونه که شوهرت عاقل شده دیگه دوست نداره زندونو مامور نظمی رو ببینه خب اگه دلت نمیخواست سیامک بیاد خونمون دلیلی نداره که خودتو ناراحت کنی اون اگه اینجا میومد فقط به خاطر این بود که باری از دوش من برداره تمام وقت استراحتشو صرف تفریح بچه‌مون میکرد متاسفم که من نمیتونم بهش ترفیع بدم من پلیسم اون حتی فکر بچه‌مون مسموم کرده اون چرا ببین کامی جون دایی سیا گنده هست ها ببین ناکس چه خودشم گرفته نه خیر اون دایی سیا گنده نیستش نیستش خیلی خوب نیست اصلا خود منم خوبه بابا من میخوام فیلسه باشم خوش به حال شما بچه ها کسی چی خبر نداریم اوزه جیبی بابا خیته بابا جون بهتره به جای فیلسواری سوار بابا بشه آخه من بابا سواری دوست ندارم آدم یه دولاخ سواری میفته سرم پولیس کوچولو هی دایی سیا گنده سلام بس کامی بس دیگه اگه یه دفعه دیگه اسمشو بیاری یه راست میبرمت خونه همین جون یا ابو سواری میکنیم پیداست که بچه ها بیشتر از بعضی ها پولیس ها رو دوست خب بله شاید برای اینی که عقلشو نمیرسه بفهمن شما ها چه جونه برای هستی عقلم دانم برحال ما به تشویق شما ها عادت کردیم فکر میکنم شما با هم آشنایی دارین سلطان کفایی امیر خان بله ارادت داره ایش افتخار آشنایش رو پیدا کردم ضربه چپش فیلو میندازه همون چپ لعنتیش بود که بابا رو 4 سال فرستاد اروپا بله این آقای 4 سال فرستاد اروپا همی جان بله این آقای پلیس تو رو خیلی دوست داره میخوای باش بری خورده بگردی؟ آفرین کوچیک بیا پسرم رفتم خونه نبودی؟ سیما گفت کامی رو آوردی اینجا اینم بهت گفته که مار از خونه برش میام خیلی ازش خوشم میاد یکی را میندازه دنبالش سیما گفت هنوز کار پیدا نکردیم فکر کردم شاید بتونم زحمتتو کم کنم حقوقش بد نیست بهتر از بیکاریه تا قصه خودتو بخور پاداش و مزایشم خوبه با هفته 2 روز تعطیلی دست از سرم وردار به خاطر خودت نیست دلم برای زن بچت میسوزه و حتما انتظار دارین که ازتون تشکر کنم باشه وقتی که اولین حقوقتو گرفتی مگه تو حرف حساب سرت نمیشه مرد گفتم دست از سرم وردار دستت بکش کنار اینجا جای گردگیری نیست دیگه داری شورش در میری کاسه دختر از آش من به کمک تو و امثال تو هیچ احتیاجی ندارم میفهمی؟ نه حالا و نه هیچ وقت دیگه ببینم حضرت آقا نکنه فکرهایی به سر زده که بخوای راه 100 ساله رو یک شبه طی کنی ها؟ نکنه تصمیم داری شرط ببندی اونم رو برد من؟ برعکس رو باختت شرط میبندم بده شما بده من
اگه قبول کنی همه چی جبران میشه. اگه چیزی هم بخواد جبران بشه مسلما با کار پیشنهادی برادرت نیست. اونا چرا بده من با این دست صاحب مردم زندگی و آتی خودم رو خراب کردم. با همینم درستش میکنم. من یه عمر چوب درستی و پاکی خودم رو خوردم اما حالا میدونم چی کار کنم. میگی؟ مگه دیوونه شدی؟ برعکس عاقل شدم عزیزم و عاقل شدنم در هیچ کدوم از کتابای قانون جور نیست. نمیخوای از اون برادر وظیفه شناست بپرس؟ ضمناً بهشم بگو که دیگه لازم نیست برای من دلسوزی کنه. شونه یه شوت گنده گل. کامی کامی بله گل پدرت لحنه. زود باش لباس بپوش میخوایم بریم بیرون. بالاخره این موجود کوچولو با من اونس گرفت. خیلی زود. آی که احساس میکنم به خط پرستش دوستش دارم. آره بوخ بزن بوخ بزن. ما باید بریم جلو. باید صدها رو بشکنیم. راه ها رو باز کنیم. باید پیروز بشیم. باید جلو بیافتیم. ما بالاخره موفق بشیم. تو خوشبخت بشی کوچولو. تا به حال زندگی رو اینقدر زیبا حس نکردم. آره بخند بخند عزیزم بخند. فریاد بزن. من یه عمری که فریادم رو تو سینم خفه کردم ولی تو آزادی. فریاد بزن فریاد بزن. جونم چه کیفی داری جون. شمادی ببخشید آقا. تلفن عمومی کجاست؟ فکر میکنم تو اون باجه باشه. تو متشکرم. اینجا همینجا ها. عذر میخوام مزاحم شدم. کیفم رو جا گذاشتم. بفرمایی میخواستم بدمش به مأمور انتظاماتی اینجا. خوب شد اومدی. خیلی ممنونم. این اولین بار نیست که کیفم رو جا میذارم. حتما مشغلتون زیاده. خیلی فکرشو بکنین اگه کسی دیگه جای شما بود چه اتفاقی ممکن بود بیفته. خب بله ببخشید خانم شما نمیخواین تو کیفتون رو بگردین؟ این چه حرفیه که میزنین. من ترجیح میدم به جای این کار یه نوشیدنی خنک بخورم. موافقین؟ امیر خان؟ بله
مردی که از گرفتن 70,000 تومان رشوه امتناع میکنه و با یک مشت رئیس حسابداری شرکتش رو میفرسته درک. من از کجا میشناسی؟ تعجب نکنید آقا، حافظه من خیلی قویه، به خصوص که از خوانندگان پروپا قرص صفحه حوادث روزنامه ها. که اینطور، بفرمایید. خب اینم میدونم که در شرایط فعلی گرفتن کار برای قاتلی که تازه از زندان آزاد شده کار ساده ای نیست آقای عزیز. مردم احساس و عواطف منو ندارن، بنابراین پیشنهادت چیه؟ تو خیلی زرنگی و به همون اندازه عاقل. زندون کارش عاقل کردن افراده، حرفتو بسن. پس موافقی؟ غیر قانونیه. فکر میکردم آدم با جرأتی هستی. من از زندون خوشم نیامد و حاضر نیستم که یه لحظه از بچم جدا بشم. هی بابا جون، من هم مثل تو واسه خودم بچه قشنگی داری. تامین آیندهش با بلند پروازی های سرکار و مخارج سنگین امروز خیلی کار مشکلیه. چقدر؟ 250,000 ریال. 250,000 تومان. اون کار چیه؟ دزدیدن یه آدم. چی؟ نه خانم جون، ما نیستیم. تو کارو خیلی مشکل میگیری و این ناامید کننده است. واسه من فلسفه نباف خانم جون، من هر کاری رو حاضرم کنم جز این. تو داری یه فرصت خیلی خوبی رو از دست میدی. گوش کنین خانم جون، من نمیدونم شما کی هستین و منظورتون از کار پیشنهادی چیه، ولی هرچی که هست عوضی گرفتی. بسیار خوب، بنابراین کسی که جواب رد میده 10,000 تومان پول نقد و به عنوان پیش قسط از کیفه یه خانم محترم کش نمیره. پس بهتره اون پولا رو کنی بیاد. ده زود باش. من امانت داره خوبی هم امیر خان، اگه نظرت عوض شد اینم آدرس ویلای قدیمی منه، 6 بعد از روز منتظرتم. تو وقتتو بی خود تلف میکنی خانم جون. من اینجا. بچه‌ای چیه گیت شدی؟ از این طرف لطفا. چقدر سلوخ سومنه داره. بچه‌ای بابا خوش اومدی. ببینم کسی هم اینجا زندگی میکنه؟ فعلا خیر، به سرایدار مرخصی دادم، اونم برای مدتی طولانی. دختر شما با کمک شما از تو خونه شما و با پای خودش دزدیده میشه؟ از من چی کارم؟ خب کسی باید باشه که تلفن بزنه و در مقابل پس دادن دختر پول بخواد. اونم از شما؟ نه از پدرش. چقدر؟ 1,000,000 تومان. نه خانم، چقدر شما سیگار میکشین خانم؟ فندک قشنگیه. کادای زنمه. معلومه خیلی دوستت داره. کی باید دست به کار بشم؟ خیلی زود، همین امشب. فردا شب. و تا اون موقع من باید دختره رو ببینم. چهرش مشخصه. نه منظورم این نیست، اون باید شخصا رضایتشو به عرض من برسونه. راستی نگفتی واسه چی میخوایی پدر بیچاره رو بدوشی؟
دخترم کلی تو قمار باخته. اگه پدر و نامزدش بدونن که چک سفید امضا داده، دیوونه میشن. شما چی؟ اینش دیگه به تو مربوط نیست. اومدیم و طرف نخواست این پولو بده اون وقت؟ میده. اون دخترشو از جونش بیشتر دوست داره. که این تو؟ پس اون دختر، دختر ناتانی شماست. اونو کجا واسه ببرم؟ دیگه به خودت مربوطه. اگه جایی رو نداری، همینجا مطمئن تره. پس بهتره محل ملاقات فردامونم همینجا باشه. این شماره تلفن منه. فردا بعد از ظهر 3 تا 3:30 به هم زنگ میزنی. واسه چی؟ که مطمئن باشم دختره میاد. خودت گوشی رو برمیداری؟ آره، زنم ساعت 2 میره مدرسه. وقتی گوشی رو برداشتم سرفه میکنم. اگه صدای سرفه من رو نشنیدی گوشی رو بسار. هی مغز متفکر، موضوع اونقدر مشکل نیست که تو فکر میکنی. پلیس هم اونقدر ساده نیست که تو فکر میکنی. خیلی خب، تو بازداشتی. گوش کن تا سه میشمارم دستاتو بذار رو سرت و بیا بیرون. 1 2 3 بگی بابا حال نداری که تو ملا جفا. ای شیطون بلا، بالاخره منو غافلگیر کردی. من شرط میدم تو بزرگ شی یه چیزی میشی. دایی یه چیزی میشم یعنی چی؟ یعنی یه پلیس خوب میشی دیگه. خب پس اگه من یه چیزی بشم بزرگ میشم. آره دایی جون. خب پلیس کوچولو، اجازه مرخصی میفرمایید من چند دقیقه با مامانت کار دارم. آجای تشکرات. قربانش کو. قربان جناب علی. حالش شد. سیما چیه؟ چرا سگیر ما تو همه؟ چی شده؟ هیچی سیامک، من خیلی میترسم. یعنی چه؟ از چی میترسی؟ از عاقبت امیر، اون خیلی عوض شده. عصبیه روز به روزم بدتر میشه. حرفای عجیبی میزنه، حرفایی که هر آدم بیخیالی رو به وحشت میندسه. ببینم چه میتونه؟ نمیدونم، دیشبم دیر اومد. الو؟ که آدم سویدن زن با مرد فرق میکنه. دایی قندق میخوری یه چایی؟ برو دایی جان، برو بیرون بازیت بکن. ماما حالش خوب نیست. در هر صورت من باید یه سری به اداره بزنم، کار دارم. راجب اومدن منم چیزی بهش نگو، خودم باش صحبت میکنم. شاید از اداره بشه تلفن کردم. تو هم بهتره خودت ناراحت نکنی. باشه، فعلا خداحافظ. بای بای دایی سیا گنده. بای بای پلیس کوچولو. موندی بابا چون؟ ماما کی را؟ باش قرم. حالا دیگه پیداش میشه. دی، مگه امروز نرفتی مدرسه؟ نه، بچه ها ورزش دارن. از شکو هم خواهش کردم یه ساعت بره کلاسم. کس تلفن نزده؟ بذار من گوشی رو برمیدارم. سیما. الو؟ حال سیامک تویی؟ آره گوشی؟ سیامک میخواد با تو صحبت کنه. میگه کار واجبی داره. علش کن بابا، کار واجب. امیر، این عمل تو درست نیست. این منم که باید بگم چی درسته و چی درست نیست. باشه، هرچی تو بگی. لا لا خمده لا. گوش کن عوضی، اگه یه دفعه دیگه اینه. قهوه میخوری؟ تلخ باشه.
آزمایش میکنیم. یک، دو، سه، چهار. تیاره مال اونی؟ برو پایین، هرچی مامان جونم بگی، فقط خدا کنه طرف مثل ماشینش نباشه. راه بیا دیگه، دارم میام دیگه بابا. لیلا! بله بیا. مامان جون چیه؟ هیچی. میتونی بشینی؟ پس آقا دوست فکر میکردم که یه پری دریایی رو باز بدوزم. ها؟ میتونی بیست سوالی تو شروع کنی آقای بی‌اعتماد. بله، اول باز بدونم که خانم میتونه جلو دهنشو بگیری یا نه. اون که بله، البته اگه اشتباهی از طرف سرکار پیش نیاد. نامزد مامزد که نداری باعث درد سر بشه. من از ایشون خواستم که این کارو قبول کنه و تو رو بدوزده و پولایی رو که از پاپا میگیریم بین ما سه نفر تقسیمشه. خب چی میگی؟ منو بدوز همین امشب. امشب نه، بیگدار نمیشه با آب زد. گوش کن آقا، من پول نمیدم که وقت بگذره. منم نمیخوام این پول رو مخ ببازم. آه خدای من، بالاخره نفهمیدم که میخوای دست به کار بشی. فردا شب. چه بد. ببینم، تو دوست دختر یا پسر داری که معمولا تلفنی با تماس میگرفته؟ دختر که نه، ولی پسر چرا؟ آها فرزاد، آخه اون هفته ای سه روز خونش پارتی داره. خوبه، اینجا تلفن هست؟ آره، تو سالون بزرگه. حالا نقشه رو براتون میگم. کیش بی فایده، ماتت میکنم. مثل شمیمه جنگلای مثل سکوته برکه های عاشق عشقی التماسی شوق لطیفه. ممکن اون صدای لعنتی رو کم کنی لیلا؟ تو این خراب شده کسی نمیخواد گوشت رو برداره. الو، شما کیه؟ بله، ممکنه اسمتون رو بفرمایید؟ فرزاد.
میفرماین فرزاد. چی؟ ای با داداش فریه. الو سلام، تو هیچ معلوم هست کدوم گوری هستی؟ فریالش خوبه؟ هنوز با اون موزوزی هست؟ آف جون پاپا، فراموش کرده بودم که امشب جشن تولدشه. من الان تو ویلای قدیمیتونم، میدونه که چیکار واسه بکنی؟ کاش زودتر زنگ میزدی، من باید کادو میخریدم، حالا چه خاکی به سرم بکنم؟ خب نرو، کسی که مجبورت نکرده. این دیگه به تو مربوط نیست آقای فضول باشی. باشه جونی، تا نیم ساعت دیگه میام. آفرین، حالا گوشی رو بذار و سعی کن اون چیزایی رو که گفتم دقیقا انجام بدی، فهمیدی؟ آره، سعی میکنم زودتر بیام. نه نه نه، با ماشین خودم میام. با بای. لیلا، منصور به خاطر تو اومده دخترم، حالا نمیشه امشب نری. نه خیلی، جشن تولد بنده که میشه، کوچکترین بهانه خانم سر مبارکی شده که درد میکنه. حقیقتشو بخوای الانم سرم درد میکنه. پس چرا میری؟ واسه اینکه سرم درد میکنه دیگه. لیلا. بله. شب که بیرون نمیمونی عزیزم. نه، قسم میخورم که دیگه دختر خوبی باشم مامان. بم بم. عمو جان، من نمیخوام فضولی کنم، ولی اون نباید. درست میشه منصور، درست میشه. چیه؟ آقا ناراحت شده؟ فکر نمی کنم برای شما اهمیت داشته باشه. عزیزم منصور حق داره، هرچی باشه لیلا نامزدشه. اون دختر بیچاره از صبح تو خونه است، زندونی که نیست. شما اونقدر اونو تحت فشار گذاشتین که هر لحظه ممکنه طغیان کنه و این عاقبت خوبی نداره. این موضوع هیچ ارتباطی به من برعکس. رسیدگی به کارهای تجاری و بازی شطرنج چیزی نیست که بتونه اونو ارضا کنه. از اون گذشته لیلا جوونه، به گردش، سرگرمی، تفریح و پول احتیاج داره. به مشروب، حشیش و بنگ چطور خواهد؟ بس کن این دیگه، بس کن! عزیزم، اعصاب من به اندازه کافی متشنده چند. پاپا راست میگه مامان جون، مزاحم بازی شطرنجشون نشو. شب بخیر پاپا. شب بخیر پسرمو جان جان. منم ماشین تو یه جایی پارک میکنم. مواظب باش کسی متوجه نشه. بیا بشین پشتش. چقدر گرد و خاک داره. لیلا دیر کرده. چی بگم عمو جون؟ به قول خانم اون جوونه، به گردش و تفریح احتیاج داره. من میمیرم واسه کتک. بیا برات غذا آوردم، بیا کوف کن. درد ده، کجا داره میری؟ من میترسم. درک فکر نکنی یه دفعه. ممکنه بپرسم حضرت آقا چی کار میخوام بکنم؟ فهمی، به شرطی که دهنتو ببندی.
شما؟ خودش صحبت کنه. گوشی. عزیزم، تلفن. بگو باشه برای بعد. میگه در مورد لیلاست. لیلا. مگه چی شده؟ حتما بازی بیچاره ای رو زیر گرفته. بله. بله، خودم هستم. خوب گوش کن ببین چی میگم. عزیز دردونت الان پیش ماست. اگه به جونش خلافمند یا نمیخوای بهش آسیبی برسه، بهتره عاقل باشی و هرچی میگم گوش کنی. تو دروغگوی کثیفی هستی. دختر من رفته منزل دوستش. اینجور که پیداست آدم واقع‌بینی نیستی آقای پدرام. پس بهتره صدای ملیشو بشنفی. داد بزن، داد بزن، داد بزن. نه، نهم کن، بلو کن، بلو کن، بلو کن، کسافت پرسی. اش، بندسینش به زیر زمین. نه، نه، خواهش میکنم، بلو کنی، تو رو خدا بلم کنی، خواهش میکنم. خب آقای پدرام، حالا فهمیدی که ما اهل شوخی نیستیم؟ چی میخوای؟ نزنی. والا این دیگه به خودت مربوط میشه. بر صورت ما به 1,000,000 تومان پول احتیاج داریم. چی؟ 1,000,000؟ خودت میدونی که جنس ما بیشتر از این ارزش داره. 1,000,000 تومان و تمومش هم باز اسکناس ریز باشه. ضمناً چون ما نمیتونیم یه جیره خور اضافی داشته باشیم، حد اکثر تا فردا شب مهلت داری که پول بپردازی. باشه، سعی میکنم. سعی کافی نیست آقای پدرام. و برای اینکه بدونیم ما به هیچ وجه شوخی نمیکنیم، فردا لاله کوش دختر تو با یه دسته گل برات کادو میفرسی. نه، نه، این کارو نکنی. خواهش میکنم. من این پولو هر جور شده تا فردا تهیه میکنم. قول میدم. ضمناً اگه پلیس یا کسی دیگه ای حتی زن در جریان بویی ببره، دیگه به اون پول احتیاجی نداری. چون دخترت ما رو دیده، خودت هم میدونی که ما از شاهد عینی خوشمون نمیاد. قول میدم به هیچ وجه نمیذارم کسی متوجه بشه. بسیار خوب، پولا رو نگر میداری و منتظر تلفن میشی. فردا بهت میگم که چیکار باز بکنی. الو، الو، الو. تو که چیزی نشنیدی ها؟ شما ها هیچ نشنیدی، فهمیدین؟ هیچی. شما باید حتما به پلیس اطلاع بدید. تو چیزی نمیدونی، هیچ کدوم هیچی نمیدونین. حالا برین و راحت هم بذارین. آخرش چی؟ گفتم گمش و راحتم بذار. گمد. بالاخره چیکار میخواییم بکنین امو جان؟ نشستن و قصه خوردن که فایده ای نداره. بقیده من هر چی زودتر باید به پلیس اطلاع بدیم. چی؟ چی گفتی؟ گفتم تا دیر نشده باید پلیس رو در جریان گذاشت. اگه شما نمیخواید این کار بکنین، باشه من خودم اقدام میکنم. نه، اگه کوچکترینی بکنی که پلیس حتی بو ببره خفت میکنم. فهمیدی؟ اگه کسی در این مورد چیزی بفهمه روزگار. لیلا نامزد منه، همسر آینده منه، دختر منه، قلب و روح منه. اگه یه مو از سرش کم بشه من میمیرم. من میدونم تو چه پول بدی و چه ندی. اون بیشرفا دخترتو زنده ول نمیکنن. پیر ما به خون بگی. من بهت اجازه نمیدم تو کارهایی که به تو مربوط نیست دخالت کنی. منزل آقای حسام، اگه ممکنه بیدارش کنی بگیم پدرام کار مهمی داره. پدرام؟ آره، بله، کار بانکیه. گفتم بیدارش کنی خانم. استراحت کنی، منم خستم. اینقدر خسته ای که نمیتونی دو کلمه جواب بدی؟ جواب؟ در مورد چی؟ در مورد اینا. تو حق نداشتی جیب منو بکردی. منم نمیخواستم این کارو بکنم. وقتی کاپشن تو از جیبت افتاد. امیر، این پولا چی؟ از کجا آوردی؟ خیلی خوب، من ماشینو فروختم. میدونی که با این وضع ما به پول احتیاج داریم، مگه نه؟ تو ماشینو نفروختی چون میدونی من بهش احتیاج دارم.
از اون گذشته تا کسی ماشینو تحویل نگیره پول نمیده. میخوای بهت دروغ بگم؟ این پولا بوی خون میده. من اینو حس میکنم. دست بردار سیما. اینا رو از کجا آوردی؟ خیلی خوب، مگه تو نمیگه که این پولا بوی خون میده؟ درسته، من آدم کشتم مثل دفعه قبل، اینم دستمزد آدم کشی منه. برو به اون برادر لعنتیت هم بگو چرا معطلی. برو گوشی رو بردار، بهش تلفن بزن. یواش حرف بزن، بچه بیدار میشه. درک بیدار میشه. تو چی انتظار داری؟ وقتی تا بوق سگ مثل برج زهرمار بیدار میشین و کشیک میدین که با این سوالای احمقانه کفر منو در بیاری، انتظار داری دادم نزنم؟ بسته دیگه. بچه میگفت دیروز تو پارک با یه زن که کلاه سفید و عینک بزرگی داشته صحبت میکردی، اونم چند ساعت. منظورت چیه؟ من فقط میخوام بدونم این پولا از کجا اومده. باید بدونم. کنی سک بستمو. خدای من معذرت میخوام سیما جان، قول میدم که چیز مهمی نیست. این پولا مال خمو زن هست که کامی گفته. اون مادر یکی از دوستای همسلولیمه که خونهشو گرو گذاشته تا یه وکیل خوب برای پسرش بگیره. از من خواهش کرده که کمکش کنم. اونجا تو نباید در این مورد فعلا با کسی حرفی بزن. میدونم. خیر جناب سروان، حدود 2:30 شب بود که به منزل من تلفن کرد و با صدایی که فکر میکنم ناراحت بود از من خواست خیلی فوری 1,000,000 تومان پول نقد براش فراهم بکنم. به نظر شما درخواست این مبلغ اونم از طرف میلیونری مثل پدرام بعید به نظر میرسه؟ در شرایط غیر عادی بله، به خصوص که پدرام دوست نزدیک منه و از اون گذشته ایشون یکی از مشتری های ممتاز این بانک و اغلب کارهای تجاریشو به صورت اوراق بهادار انجام میداد و سابقه نداشت که با روحیه پریشون در اون وقت شب از من بخواد که یک چنین رقمی رو خیلی فوری تهیه کنم، به خصوص که تاکید میکرد اسکناس ها حتما ریز باشه. سابقه ایشالا که عاقل شدی. تو احساس نداری. تو رو باید مثل یه سگ کشت. چی کار میکنی دختر؟ مگه دیوونه شدی؟ بده شما ول کنید. ببند خودتا لوس نکن. لعنتی منو بذار زمین. بیا زمین. با آقای پدرام کار داشتیم. ایشون مریضن، خانم دستور دادن کسی مزاحمشون نشه. خب با خانمشون صحبت میکنم. خواهش میکنم از این طرف. سوسان چطور ممکنه آدم توی یک خونه به این قشنگی مریض بشه؟ همش تقصیر اون ور پریده است. هفته ای که 7 روزه 8 روزش عیاشیه. منظورتون کیه خانم؟ لیلا، دختر آقای پدرام. از دیشب که رفته هنوز بر نگشته. دیشب؟ چه ساعتی؟ من مرخصی بودم، نمیدونم. بفرمی. سوسان، معاین کنین رابطه بین 1,000,000 تومان و دختر را. شرط ببندم که بی ارتباط نیست. خانم، دو نفر اومدن با آقا کار دارن. چی کار دارن؟ عذر میخوام مزاحم شدم. سروان سیامک افسر تجسس، ایشونم سوتوان زمیر همکار من. اتفاقی افتاده؟ چیز مهمی نیست. میخواستم با آقای پدرام صحبت کنم. فقط چند تا سوال. اشکالی نداره. ولی فکر نمی کنم آمادگیشو داشته باشه. منظورم اینه که اون قلبش مریضه و دیشبم تا دیر وقت بیدار بود. دکترش دستور استراحت داده. ممکنه بپرسم چرا بیدار بودن؟ والا خب شوهر من عاشق بازی شطرنج جناب سروان. اونجا چه خبره شهلا؟ تو نباید از جا تکون میخوردی عزیزم. مطمئنا شما به وظایف پلیس و روابطش با مردم آشنایی دارین آقای پدرام. اعتراف میکنم که از حرفاتون هیچ نفهمیدم آقای سروان سیامک. قربان، گویا شما در نظر دارین که امروز مبلغ 1,000,000 تومان از حساب بانکیتون برداشت کنین، درسته؟
بگید ببینم دخالت در کارهای خصوصی مردم و موی دماغ شدنم جزء وظایف شماست. شاید حق با شما باشه آقای پدرام، ولی سوابق بانکتون نشون میده که شما با چک بیشتر سرکار داشتین تا نقد، اونم پول ریز، اونم اون وقت شب. چی میخواییم بگیم؟ میخوام بگم با شما. آقایون الو، مطمئنی کسی به حرفمون گوش نمیده؟ بله کاملا. پولو تهیه کردی؟ بله. خوب گوشاتو باز کن آقای پدرام، امشب رأس ساعت 2:30 پولو میری تو جاده اتوبان، تنها میای، کسی نباید تو رو تعقیب کنه. در فاصله 1 کیلومتری پمپ بنزین یه جاده فرعیه، وارد جاده میشی، با نور پایین و با سرعت 60 کیلومتر حرکت میکنی. هر کجا که نور چراغ اتومبیل مقابل 2 دفعه روشن شد پولو میندازی تو جاده و با همون سرعت برای خودت ادامه میدی. اگه دستورات رو درست انجام بدی 1 ساعت بعد عزیز دردونت میاد خونه. باشه عزیزم، فعلا مهمون دارم، وقتی اومدی خودش مفصلا صحبت میکنیم. آیا اینم جزء وظایف پلیسه که هر کجا بخواد سرزده وارد بشه؟ فقط جایی که وجودش لازم باشه آقای پدرام. در اینجا هیچ لزومی نمیبینم آقای سیامک، سروان سیامک. در این مورد شاید حق با شما باشه، ولی من نگرانی رو تو چهرتون میخونم، ممکنه دلیلش غیبت دخترتون باشه. شما کاملا اشتباه میکنین سروان. سیامک، اولا دخترم به سن قانونی رسیده و آزاده، ثانیاً بارها اتفاق افتاده که شب از خونه خارج شده و 3 روز بعد برگشته. سالس که الان تلفنی با من صحبت میکرد دخترم. مادرت حالا اومده؟ هی؟ خوابیدی کوچولو؟ حالا که وقت خواب نیست، بلند شو دختر.
اگه به چنگم نیفتی. حالت خوبه آقا؟ گفتم نفله شدی. باریکلا. نه بابا باریکلا، خوب کنترلش کردی. آخه برادر یه خورده یواشتر، من کسی دنبالت کرده. برا بابا تو هم همین پریشب بود که یه شیروپاک خورده ای زد به یه درخت و خودشو با چهار نفر دیگه لطف کار کرد. ببینم تو کارمندی؟ چطور مگه؟ آره آره، از کجا فهمیدی سرکار؟ خب دیگه هرچی باشه 12 ساله تو این لباسیم، حتی میتونم بگم تو این کیف چی هست. قشنگی برام خریدی، اینقدر عکسای قشنگ داره. خیلی خوب خیلی خوب، بی که بخواب فردا نگاش کن. نه حالا ببین. بی صدا بی که بخواب بچه. چی شده امیر؟ اونجا چه کار میکنی؟ هیچی، بچه از اون کاری ها داره. قم قم قم
سویچی منو ندیدی؟ مثل اینکه گمش کردم. امیر؟ چی؟ تو چیزت شده؟ چی میخواستی بشه؟ آخه دیشب اصلا نخوابیدی، از صبح اومدی اینجا نشستی. نشستم که نشستم، چی میخوای بگی؟ هیچی، میگم اگه بیرون نمیری من ماشینو ببرم. ببری؟ چی رو ببری؟ مگه کوری؟ مگه نمیبینی پنچره؟ معذرت میخوام، حالم خوب نیست. میخوای یه مسکن بخوری؟ نه. نمیخوای استراحت کنی؟ تو خسته ای؟ گفتم که نه. خیلی خوب، میگم یکی بیاد پنچرهشو بگیره. چی؟ نه، تو نباید این کارو بکنی. چرا؟ خب همین که گفتم، منظورم اینه که خودم درستش میکنم. نمیتونم این سویچ لامصب کجا انداختمش. حالا نمیشه با تاکسی بری؟ تو چت شده امیر؟ چمه تو چته، تو چته، خیلی خوب، دارم میمیرم. حالا دست از سرم ور میداری یا نه؟ ده برا گورتو کم کن دیگه. مریم جون، سلام، حالت خوبه؟ ببین، من یه گرفتاری برام پیش اومده. نه، مهم نیست، امروز نمیتونم بیام، میذاریم برای فردا. فردا خودم به تلفن میکنم. شما اشتباه بزرگی کردین آقای پدرام، اشتباهی که شاید به قیمت جون دخترتون تموم بشه. میدونم، ولی اون حرومزاده تهدید کرد که اگه در این مورد با کسی حرف بزنم دخترمو میکشه. اگه دختر دونا رو دیده باشه و یا بشناسه، بعید نیست که الانم این کارو بکنم. نه، من پول دادم، 1,000,000 تومان. اگه بازم پول بخوام میدم، فقط لیلا رو سالم بهم برگردونم. ولی دیگه دیر شده پیرمرد. من خواستم همون موقع به پلیس اطلاع بدم. تحقیرم کردی. من از خونت انداختی بیرون. خب چرا حرف نمیزنی؟ چرا بلند نمیشی دو تا کشیده دیگه بزنی تو گوشم؟ خیلی خوب، دیگه کافیه. شطرن آقا بیرون منتظر باشن. اجازه بدیم بریم تو اون اتاق، چون دکتر دستور داده ایشون کاملا استراحت کنن. مشتبا شما باید به من حق بدین، من پدرشم. شما نمیدونین که من چه احساسی داشتم. اونا دخترمو شکنجه میدادن، من صدای فریادش از تلفن میشنیدم. اون کمک میخواست. شما برگه چیزی دارین که به ما کمک بکنه؟ متاسفانه هیچی. سروان سیامک، ایشون چی کارن؟ راننده. شما احتیاج دارم. سروان، شما فکر میکنین دخترم الان کجا ممکنه باشه؟ من این صاحب مرده را طول سک این دلتی را دستی بچه بگیر چیز یاد بچه نده. بس کن دیگه، چی کار داری میکنی امید؟ ول کن دیگه این سک، بستم بابودن و دیمونم کردی، پدر و درماندی، ول کنید. هر کجا که باشه پلیس پیداش میکنه، فقط سعی ما اینه که نذاریم احیانم بهش سلامی برسه. فکر میکنم این آخرین عکسش باشه. میتونم اینو داشته باشم؟
شما کار دیگه این غیر از قدم زدن بلد نیستین؟ آخه معذرت میخوام، من کنترلم از دست دادم. خب تا دیر نشده باز چه کاری کرد؟ سلطان میتونیم بریم؟ جناب سلطان، اون دختر نامزد منه، دوستش دارم با تمام وجودم. این تقاضای زیادی نیست که سلامتیش ازتون بخوام. نه ابدا، ما وظیفمون رو انجام میدیم. زمنم خانم، میدونم آقای پدرام از بیماری قلب رنج میبره، طبیعیه که در چنین شرایطی بیشتر از هر کس به وجود شما احتیاج داره. روز بخیر. به سلامت. خدای من کمکم کن. لعنتی که پدر منو در آوردی. پدر سگم، داری خونه تکونه میکنیم؟ تو؟ اگه نمیشناختمت میگفتم تو داری کارهای خلاف قانون میکنی. آره، مگه نمیبینی؟ شرط میبندم که نمیخوای بیان. کاملا درسته، برو ببینم. تو دیگه داری زیادی شورش در میاری بچه. از جون من چی میخوای؟ سیما به اداره تلفن کرده و کارم داشته، خواستم ببینم کار واجبیه. اون خوابیده. حالا؟ آخه خیلی خسته بود، راستش من امروزی خود ناراحتش کرد. خیلی بیجا کردی، این اولین بارت نیست که از این غلطا میکنی. شبا دیر میای خونه، شغلی که بهت پیشنهاد میشه رد میکنی و به جای هر کاری مثل برج زهرمار تو خونه بس میشینی و زن بچه‌تو ناراحت میکنی. آخه چرا؟ چرا مغزت به کار نمیندازی پیشور؟ اون بیچاره تو رو با تمام وجودش دوست داره. 4 سال زجر و ناراحتی براش کافی نبود؟ راحتم بذار، برو پیکارت. فکر نکن اینقدر بیکارم که را بیفتم دنبال حضرت آقا و نصیحتت کنم. تو صاحب این عکسو میشناسی؟ چطور مگه؟ دختر پدرام ثروتمند معروفه، رئیس همون شرکتیه که تو 4 سال پیش کارمندش بودی، و اگه یادت باشه حاضر نشد در مورد اون اتهام به حرفات گوش بده. چی میخوای بگی؟ این دختره رو دزدیدم. به من چی؟ قرار بود در قبال گرفتن 1,000,000 تومان برش گردونم. سارق یا سارقین پولو میگیرن، ولی از دختره هنوز خبری نیست. 1,000,000 تومان پول کمی نمیتونه باشه، مگه نه؟ برای پدرام؟ نه، برای من و تو. تو چی داری میگی مرد؟ نکنه به من مشکوکی؟ بذار خیالت راحت کنم، من نه اون دختره دیدم و نه میشناسم. من نگفتم که تو اونو دیدی، گفتم سطفان؟ خیر قربان. مبنای شغلی ما در مورد جرم و مجرمین کلمه یه به نام شک، پس باید در این مورد به خصوص به همه چیز و همه کس مشکوک باشیم. به تو، به این آقا، به نامادری اون دختر، به راننده گرنه کلوفتش، به پیش خدمتش و حتی خود پدران. تو این مملکت 35,000,000 نفر باید راحت سرشون روی بالش بذارن. خب؟ من شرط می‌بندم که این کار کار کسیه که از وضع زندگی پدرام اطلاع کافی داشته، یا یکی از کارمندای داغ شدهش، یا کار اون موش خونگیه. اگه دیگه امری ندارین میتونی تشریف ببری. بسیار خوب، تشریف میبری. سطفان، تو اینجا بوی چیزی حس نمی‌کنی؟ چرا قربان؟ به توصیه میکنم به جای پریدن بزن و بچت اینجا رو خوب بشوری. فکر میکنم گربه چیزی مرده. سطفان عجله کن. بفرمید. مرسی. اینو بده به کامی، بگو دایی سیا برده و ببوسش.
من تنهایی میترسم. اینو میشناسی؟ گریه اون طفل مسئول نشنفم دلم میخواست تو خامی خیلی خوشبخت باشی اونقدر خوشبخت که خوابیده؟ آره خیلی وقته یه سیگار به من بده خستم خیلی خستم فندکم کجاست؟ تو جیبم یه عقده یه احمق احتیاج داشت تا تو کشتی؟ نه باور کن ولی جسد اون اینجاست تو ماشینت تو خونه ما گفتم من نکشتم تو باید اینو باور کنی قانون چی؟ من مدرک دارم یه میلیون تومان پول یه نوار ضبط شده صدای اونه
ثابت کردن 4 سال دیگه طول میکشه. اونم اگه بتونی ثابت کنی. نه نه، من مدرک دارم، مدرکی که بیگناهیمو ثابت میکنه. ببین نگاه کن، 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان پولی که اون زن میخواست بین من خودش و این دختره تقسیم کنه. این پولا جرمتو زیادتر میکنه. نه برعکس، اونو میندازه تو تره، چون بالاخره میاد دنبالش. 1,000,000 تومان پولی نیست که اون بتونه ازش صرف نظر کنه. نگاه کن اینا. نوار زب شده ای که همه چی رو روشن میکنه. بهت قول میدم من باید این جسد رو از اینجا ببرم. مطمئن باش که نمیذارم آب از آب تکون بخوره. بالاخره پلیس پیداش میکنه. اونا نمیتونن این چی رو ثابت کنن. فقط کافیه که از این خونه دورش کنم. همین امشب، همین الان. تو پیش بچه بمون، من زود برمیگردم. اگه دستگیرت کنن چی؟ مطمئن باش طوری نمیشه. من زود برمیگردم، خیلی زود. تو برو بالا، برو برو، خیالت راحت باشه. نه من نمیذارم تو تنها بری. هیچ کس نباید بدونه که تو از این جریان خبر. گفتم تو رو تنها نمیذارم. نه ترس، طوری نمیشه. ما با هم شریکیم مگه نه؟ با هم رنج کشیدیم، با هم انتظار کشیدیم، با هم هم این کارو تموم میکنیم. سیما، تو که به برادر چیزی نمیگی. من شوهرمو دوست دارم. همینجا خونه، یالا عجل کن، برو پایه. مریضت از بین بره، تنها وارثش اون دختر بیچاره است. برای همین هم باقیه اون از بین بردی تا به آرزو برسی. تو از چی حرف میزنی؟ بذار خیالت راحت کنم خانم. اگه پلیس منو به جرم قتل بازداشت کنه، من یه نوار ضبط شده ازت دارم که همه چیز روشن میکنه. خودت هم میدونی که پلیس به حرفای احمقانه قاتل شروری که تازه از زندان آزاد شده هیچ توجهی نداره. احتمال قوی خودشه. کی گزارش شده؟ ساعت 6 صبح. مأمور بوده؟ بله قربان، مأمور گشت محل. بسیار خوب. روز بخیر قربان. روز بخیر. مدرک تازه گیر آوردین؟ خیر، با سیم خفش کردم.
قتل در محل دیگه اتفاق افتاده. جسد رو بعدا به اینجا منتقل کردن. چیزی هم پیدا کردین؟ خیلی قربان، فقط در فاصله 50 متری اثر لاستیک اتومبیلی دیده شده که کاملا مشخص نیست. قربان، لاستیک بدون عرق، پس اتومبیل کهنه بوده. بسیار خوب، میتونیم به خانواده پدرم اطلاع بدین که برای تشخیص هویت بیان. بگین جسد رو ببرن. با شما کار داریم جان سرما. سروان سیامک صحبت میکنیم، بگوشم. جناب سروان، اتومبیل رنجاور شماره ترانزیت که گویا متعلق به مقتول است پیدا شده. مربان، بسیار خوب، اطلاع بدیم به چیزی دست نزنم. محل گشت و گزارش بدیم. سیما، اونا جسد رو پیدا کردن. امیر، خودتو برسون، عجله کن. درهای ماشین رو باز گذاشتن قربان. همونطور که فرمودیم به چیزی دست نخورده. مهمه قربان، بریم سوتل. سیما! 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 چی شده؟ چی شده؟ حرف بزن! اونا بچه رو بردن. اونا کی هم؟ نمیدونم، دو نفر بودن، همه جا رو به هم ریختن، دنبال یه چیزی میگشتن. نوار؟ اونا دنبال نوار میگشتن. کامی رو میزدن، بچه ما میزدن، گفتن اگه نوار رو ندید بچه ما میکشن، گفتن اگه به پلیس خبر بدی کامی رو از بین میبرن. اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. نوار جا نمیدونم، قراره تلفن بزنن. کی؟ خبری نشدن، خبری نشد. اگه تلفن نزنن چی؟ اگه بچه بس کن دیگه، اونا هیچ کاری نمی کنن. بهت قول میدم اگه اونا بچه رو بردن فقط به خاطر اینه که این مدرک بر اون زن اهمیت داره. اونا تا این نوار به دست نگیرن با بچه هیچ کاری ندارن. اگه بخواد برای سر کامی میاره دنیاشو به آتیش میکشم. میبینی چه فایده داره؟ پلیسه. به جرم قتل لیلا پدرام بازداشت. نه سیامک، تو اشتباه میکنی، باور کن. اونا بچه ما. سیما حرف نزن، تو خودت میدونی که چی میشه. بذار بگم، هرچی میخواد بشه. با کنار گوش کن، یه دفعه ازت مهلت خواستم و تو ندادی، اون برام خیلی گرون تموم شد. ولی این بار دیگه نه جناب سروان، بهت قول میدم فردا اول وقت دستمو بزنم پس کلمو بیام ادارت. تو که نمیخوای با پلیس در بیفتی. میخوای؟ اون آهن پاره رو بذار کنار. من در وضعی نیستم که تو بخوای برام پلیس بازی در بیاری. مشت تو برام گره نکن بچه. نه سیامک، خواهش میکنم. تو دخالت نکن سیما. داری عصبانی میکنی به حدی که فراموش میکنم یه پلیس. تو بادارش یالا اون چپ تاریخی که به کام بنداز. بچه رو مطری
زود باش دیگه بس. چیه؟ فقط برای آدم های ضعیف قهرمان میشی؟ من نمیخوام دست رو تو بلند کنم. چرا از بلند کن دیگه اون روی سک ما بانا آوردی. ای صبر کن صدفا، این یه تصویر حساب خون وادگیه. سیامک ولش کن. بس کن این دیگه سیامک. کامی رو دزدیدن، میفهمی چی میگم؟ بچه همو دزدیدن. دروغ میگم بر اون جنست پسر. به این میگن نامردی. چی گفتی؟ بچه رو دزدیدن؟ چیا؟ نمیدونم، ولی هرچی هست زیر سر اون زنم. زن پدرام؟ قراره تلفن بزنن. بچه رو زودتر نگفتی؟ میگم جواب. مثلا تو مردی؟ خب آقا نباری که پدر اون بچه منم. ویلا کجاست؟ نوار بچه هم کجاست؟ اگه یه مو از سرش کم بشه برای سرت میارم که مرغای هوا به حالت گرگه کنن. گفتم بچه هم کجاست؟ اگه به جون جگر گوشت علاقمندی به اون حضرات که دنبالتن و پای موشک بازی در میارم بگو ما اهل شوخی نیستیم. حالا نوارو بردار و بیار با آدرسی که بهت میدم. مواظب باش کوچکترین شما به قیمت جون پسرت رو میشه. بچم کجاست؟ ای بابا آب تو زبت زمین کجایی بچه؟ بیشتا نتونستی مواظبی یه بچه فت قلی باشی نه که تا اون آشش یافتم. بیا بیرم تو چیر گیده بیگیرم بیا آی حتی بیزه خودم ماما جون کامی آخ که تقیقه خوار داره اینجا. کامی داد ندم بهت چه بیدار میشه. بچه هم کجاست؟ جواب بدی. رفته مرسه. عجله نکن چونه، امانته که آورده. بگی شرفا گفتم بچه هم کجاست؟ آرام جوان، آرام. اون زیاد دور نیست، حالش هم خوبه خوبه. بابا، بابا جون، کمک کامی کمک بابا بگی کامی اومده با پس باشت بینم، کامی بی کامی آکر آکر هرکول با خورش هرکول هم هرکول های قدی بار بودن کافیست. از جا تکن نخور امیر خان، بهتره بریم سر اصل مطلب. تو بچه تو میخوایی، منم نوار رو. تو کی هستی؟ که منو نمیشناسی ها؟ وارث مطلق پدرام و برادرزادش. تعجب نکن، اون پیر مرد کثیف با حیله ثروت پدر منو بالا کشید و میخواست به عنوان حق و سکوت دخترشو به هم قالب کنه. اونم دختری که برخلاف نامادری احمقش به من هیچ علاقی نداشت. و تو اونو رو از بین بردی که به قول خودت وارث مطلق بشی ها؟ چرا که نه؟ هیچ معشوقی بهتر از پول نیست. ولی پدرام زنده است. فقط کافیه که خبر مرگ دخترشو بشنفه، اون وقت قلب مریضش پد. بابا بگو بچه همو بیارم بیرون. اول نوار. فکر نمی کنم این نوار به درد تو بخوره، چون چیزی راجع به تو نگفته که رسالت تو ثابت کنه. یعنی اون زن قبل از مرگشم دروغ گفته؟ نه، اون منو تهدید کرد که توی اون نوار از من اسم برده و همه چی رو گفته، حتی نقشه بالا کشیدن 1,000,000 تومان. اون زن به تو دروغ گفته؟ بعد از اینکه بچه همو سالم تحویل دادی میتونی نوار رو گوش ازش بگیری. بعدش خون بیاد. Yeah!
تو از اون طرف برو. کامی اونجا باید جلو نیا. آمین چی شدی؟ میخواد بچه رو ببره. کامی سیامک جلویم بگیر نزد فرق نه ساتان. وایسا نامه منو کجا میبری؟ میگم وایسا. منو از بین بردی. تو احمقم تمام نقشه های منو به باد دادی. جلو نیو. کامی ساتمانو سوار کنید. بچه‌ام باید پانسمان بشه. ببرش. من امیرو میارم. بگین اون برنکارو بیارن اینجا. نه. نه سربا. میدونم دیگه اینجا آخر خطه. حالا دیگه باید رفت. شرط می‌بندم که زنده میمونی. شرط می‌بندم که...